دکتر لطفاً عجله کنین، زود باشین. چی شده مگه؟ یه مرد تصادف کرده آوردنش اینجا، ولی فکر نکنم بتونی نجاتش بدی. باشه بریم. الو لویزا، بیاتریس کجاست؟ هنوز نرسیده؟ خدا ببین، یه اتفاق خیلی بدی افتاد. میدونی من نمیخواد خواستم چیزی بهت بگم. چی شده؟ خواهش میکنم حرف بزن. ببین آمادور روبلت بالاخره کاریو که میگفت کرد. من نمیخواستم چیزی بهت بگم ولی خواهش میکنم بهم بگو چی شده. اون اومده بود اینجا، اومده بود و هر دوشونو با خودش برد، بیاتریس و بچه. کجا؟ نمیدونیم کجا، نمیدونیم. فرانسیسکو فوراً پلیس رو خبر کرد و اونام گفتن که تو مسیر فرودگاه دیدنش. حالا فرانسیسکو رفته اداره پلیس ببینه چه خبره. یه چی میدونی؟ دیگه هیچی. من اینجا همینطور منتظرم، دارم از نگرانی میمیرم. صبر کن، یه نفر زنگ در رو زد، بس ببینم کیه. الو خانم لویزا، الو شما کی هستین؟ چه خبر شده؟ من سروان مارتینزم. متاسفانه باید خبر خیلی بدی رو بهتون بدم. ماشین آمادور روبلز رو پیدا کردیم. داشتن با سرعت خیلی زیادی میرفتن، بهشون دستور ایستادن و به جای ایستادن سرعتش رو بیشتر کرده. یعنی جلوشو نگرفتین؟ موقعیتی پیش نیومد. متاسفانه قبل از اون تصادف کردن. تصادف خیلی وحشتناکی بوده. چه بلایی سرشون اومده؟ بچه اون خانومو میگم، کجا بردنشون؟ خواهش میکنم بگید. ادواردو چی شده؟ چه بلایی سر تو بچه اومده؟ خدا رو شکر چیز مهمی نیست، ولی خیلی وحشتناک بوده ادواردو. فکر کردم میخواد بکشتمون. آمادور مثل دیمونا تون میرفت و منم بچه رو بغل کرده بودم و نمیتونستم جلوشو بگیرم. حیوان کثیف. به آدرس حالت چطوره عزیزم؟ وای خدا، تعریف کن بگو ببینم چی شده بود، چه اتفاقی افتاد؟ بگو ببینم اینجا چه خبره. بچه تو خراش برداشتی. آه خدا، بچه بیچاره عزیز من، بذار ببینم حالش چطوره. این که چیزیش نشده. نه بچه حالش خوبه، درسته. خودت چی؟ خودت هم خوبی؟ پام هنوز دارن میلرزن و همه جام درد میکنه. ببین فرانسیسکو داره میاد اینجا، تا شما دارین با هم حرف میزنین من بچه رو میبرم بیرون یه خورده بگردونم. ممنونم. تو که مشکل خاصی نداری نه؟ نه ممنونم لویزا، من زود برمیگردم. فکر کنم بچه‌م درد داره. زیاد زخمی نشد چون بغلش کرده بودم و با بدنم ازش مراقبت کردم، ولی ممکن بود چیزیش بشه. ادواردو، اون آمادور عوضی خیلی اذیتم کرد. همش تقصیر اون حیوان کثیفه. دکتر من میخوام روبلز رو ببینم. بفرمایید. ببخشید قربان، خانم بلانکا پایین منتظرتون هستن. بلانکا اینجا تو خونه من؟ بله، اول با دکتر عمر اومده بودن ولی ایشون رفتن و الان فقط خانم بلانکا اومدن. باید صبر کنید. ببخشید دکتر، ولی روبلز باید برای کاری که کرده جوابگو باشه. اون لعنتی باید فایده ای نداره. فعلا که نمیتونه جوابگوی چیزی باشه و فکر نمیکنم هیچ وقت بتونه. آقای روبلز به شدت مجروح شده و داره میمیره. بلانکا بذار صورت خوشحالتو ببینم. واقعا خوشحالم خوان میگل، خیلی زیاد. حداقل تو خوشحالی. عمر چطوره؟ خیلی خوبه، ممنونم. قبلا با هم دیگه منتظرت بودیم ولی چون دیر کردیم مجبور شد بره. آره بالبینا بهم همینو گفت، میخواستم زنگ بزنم هتلتون. عمر مون تا چند تا تلفن بزنه ولی بالبینا یه چیزایی بهمون گفت که خب اصلا ازش خبر نداشتیم. ببین میدونم برای پیدا کردن بچه چه زجری کشیدی. آره یه چند روزی درگیر بودیم ولی خب خوشبختانه همه چیز تمام شد به خیر و خوشی. حالا چرا میخوای از مکزیک بری؟ چیت گفت؟ بالبینا منظورم اینه که یعنی مایتا یه چیزایی میگفت. خب آره بلانکا، همین مدتی برم تا یه تغییرات بزرگی تو زندگیم به وجود بیارم. نمیدونم یه چیزی که بتونه از این دایره وحشتناکی که تقریبا 2 سال توش گیر کردم منو بیاره بیرون و آزادم بکنه. میفهمی که چی میگم؟ میخوام همه چیزو فراموش بکنم.
بچه شدیداً مریض بوده، برای همینم خوان میگل جرأت نکرده بهت بگه که بچه رو پیده بوده. میترسیده یه لحظه خوشحالت کنه و بعد اگه اتفاق بدی میافتاد مثل فاجعه میشد. عزیزم منظورم اینه که اگه اتفاق بدی برش میافتاد. شنیدم که بچه‌م سر از یتیم خونه در آورده مثل خودم. فکرشو بکن، ممکن بود مثل یه یتیم اونجا بمونه و همه بلایی که سر من اومده سر اونم بیاد. نه ولی خوان میگل به محض اینکه تونست از اونجا آوردش بیرون، آوردش پیش تو، گذاشتش تو بغل تو. عزیزم میدونم، ولی بعدش این بود که خیلی زود رفت و من حتی وقت نکردم ازش تشکر کنم. نه ببینم، میخوای ازش تشکر کنی؟ میخوای بهش زنم و بگم بیاد اینجا؟ آره میخوای؟ خیلی معذرت میخوام ولی خانم ماریچی ملاقاتی دارم. چطوری خوان میگم؟ ادواردا تو چت شده؟ راستش خوان روز خیلی بدی داشتم، اما دور روبلز فهمیده بود پلیس دنبالشه، بنابراین فرار میکنه. به نظرم که اصلا عجیب نیست. ولی تنها نبوده، رفته بوده پیش باتریس تا بچه رو ازش بگیره و با خودش ببره. باتریس هم بهش اجازه نداده و اونم هر دوشونو به زور با خودش میبره. وقتی هم داشتن فرار میکردن یه تصادف وحشتناک میکنن خوان میگن. تصادف؟ میگن آمادور اوضاعش بد جوری وخیمه، دکترها میگن حتی شاید اون بمیره. متاسفم، بهش امیدی نیست. خب حالا اوضاع تو چطوره؟ رابطت با ماریچی چطور پیش میره؟ منم یه راهی پیدا کردم ادواردو، ولی با مال تو خیلی فرق میکنه، چون تو راه من نه امیدی هست نه آرزویی. من تصمیم گرفتم همه چیزو فراموش کنم. ولی میخوای چیکار کنی؟ تو فکرم که از مکزیکو سیتی برم. ولی آخه کجا میری؟ یه مسافرت طولانی که برگشتش معلوم نیست. مامان فکر نمی کنم آماتور بمیره، درسته؟ اگرم بمیره تقدیرش این بوده عزیزم. راستشو بخواین الان با این که میدونم خیلی کارا بر علیه من کرده، ولی دلم نمیخواد بمیره. اون لیاقتش زندانه، بذار اون تو عذاب بکشه. آره ولی این فقط خداست که میتونه در مورد اون قضاوت کنه. خب شاید قضاوت خدا اینجوری باشه. حالا کی میخوای بری؟ به محض اینکه بتونم ادواردا، دارم همه چیزو هماهنگ میکنم تا هرچه سریعتر با مایکه برم. بهش فکر کردی خوان؟ آره میدونی من همیشه از آدمایی که فرار میکردن انتقاد میکردم، ولی الان من دارم همون کارو انجام میدم ادواردا. حالا پسرت مثل یه شاهزاده زندگی میکنه که دور و برش پر از عشق و راحتی و محبت و نوازشه و به هیچی محتاج نمیشه، به هیچی مریض و خوزس. البته اون فقط یه چیز از دست میده که خیلی هم مهمه، پدرشو. راستش من دلم نمیخواد اینطوری بشه، ولی این کار باید این موضوع رو قبول کنم. راستش اگه خوان میگه دیگه احساسی نسبت به من نداره، خب منم دلم نمیخواد تو زندگیم باشه. مطمئنی؟ اونم نسبت به این بچه حقوقی داره. خب آره، ولی فکر میکنید من میتونم کاری کنم که این وضع درست کنه؟ فکر کنم فرزندم میتونی به خوان میگل زنگ بزنی و صادقانه باهاش صحبت کنی، باهاش حرف بزن و قلبتو بذار کف دستت. من تصمیم گرفتم یه مدت از اینجا برم. بلانکا به هم گفته بود. آره احتمالا تو دو سه روز آینده از اینجا میرم. پس دادگاه چی میشه؟ چطور میتونی قبل از تموم شدنش بری؟ دادگاه بدون حضور منم ادامه پیدا میکنه. خب درک میکنم خواهم گل. در مورد اون یارو آمادور روبلز این تو بودی که ازش شکایت کردی و من موندم تا شاهدت باشم و ازت حمایت کنم. خیلی ممنونم امار، ولی دیگه لازم نیست بمونی، چون با این بلایی که سرش اومده فکر کنم اون به مجازات واقعش رسیده باشه، اینطور نیست؟ راجب چی داری حرف میزنی؟ اون تصادف کرده امار، حالش هم خیلی بده، احتمالاً داره میمیره. ببین ماریا دو خوزس، شما دوتا همدیگر رو دوست دارید و این اتفاقاتی که افتاده به خاطر اشتباهات خودتون بوده و من مطمئنم که شما دوتا برای هم میمیرین و یک کلمه میتونه این وضع مسخره رو تمومش کنه. ولی آخه نمیدونم پدر. ولی به جای اینکه قدم پیش بذارید به غم و اندوهتون ادامه میدید، تا اینجا اونم اونجا.
خب اون حتی نمیاد که منو ببینه. پدر نمیبینی؟ اون که اومد بچه رو بهت داد. خب چرا ولی فوراً از اینجا رفتون ازش من ازش تشکر کنم؟ یعنی به خاطر این نبوده که تو خیلی لفتش دادی ها؟ خب من از پیدا شدن پسرم خیلی خوشحال بودم، فقط میخواستم بغلش کنم و خب واقعاً ببوسمش، اصلا حواسم به خوان میگل نبود. خوان میگلم اونجا بود منتظرت بود، اینقدر واسداد تا رفت، تو هم گذاشتی بره، بهش زنگم نزدی. خب وقتی من نمیتونم ببینم چطوری میفهمیدم که اون رفته ها؟ اونم خبر داره؟ بهش گفتی این که تو میتونی ببینی یه دروغ بوده؟ آره؟ نه. یعنی حال اون آدم پست اینقدر بده؟ آره عمر، در حال حاضر دیگه لازم نیست بمونی، میتونی بری و با شادی تو مزرعه زندگی کنی. الان اصلا نمیدونم که چی میخواد به سر آمادور بیاد. ولی من و بلانکا راستش دوست داریم که شما رو خیلی خوشحال ببینیم و با خبرای خوب در مورد تو ماریچی از اینجا بری. متاسفانه خبر خوشی در کار نخواهد بود. خب اگه اینطوره مطمئنی که کاری از دست من برنمیاد؟ مطمئنم رفیق، مطمئنم. لازم نیست در مورد کاری که استفانی آمادور قبلا کردن حرف بزنیم. اونه حالا که آمادور انقدر حالش بده و استفانی و ایزابلا به خاطر کاری که علیه ماریچی کردن محاکمه میشن. شما هم دست برادرزادتون تو اقدامات جنایتکارانش بودید که الان داره به خاطرش محاکمه میشه. شما بهش کمک کردید؟ نه نه نه، من که بهتون گفتم من کاری نکردم. اون در مورد نقشه‌اش بهتون گفته بود. من سعی کردم نظرشو عوض کنم، راست میگم، فکر کردم به حرفام گوش میده، ولی اون این کارو نکرد، به حرفام گوش نداد. به نظر من شما کاملا اشتباه کردید که نظر اونو عوض نکردید. پس این یعنی شما وجدان ندارید و واقعا آدمی هستید که به خانواده ویلاردو خیانت کردید. خواهش میکنم دیگه به هم تهمت نزنید. شما هیچ حسی نسبت به اون دختر بیچاره‌ای که سالها عذابش دادید ندارید. سعی نکنید ما رو متقاعد کنید که دلتون برای اون میسوزه، چون باور نمیکنیم خانم، و ما به همین راحتی. نه نه نه، به خاطر ترس بود. آره من میترسیدم دستمون رو بشه. به استفانیا گفتم، بهش گفتم ما تو دردسر بدی میافتیم، ولی با این حال شما در اقدام به قتل هم دست اون بودید خانم، درسته؟ نه من اصلا خبر نداشتم اون گلوله ها رو عوض کرد. انکار نکنید خانم، انکار این موضوع بیفایده است. نه نه، مدارکش موجوده خانم رخاص، اتهاماتی که تو جلسه ای که با هم روبرو شدید به هم دیگه زدید تو پرونده هست. ولی اون موقع شما از برادرزادتون دفاع نکردید خانم. چون نمیخواستم که اون، شما هم دستش بودید، اعتراف کنید، چون این بهترین کاره. نه نه من هیچ کاری نکردم. من اگه رو بیگناهی تو پافشاری کنید ضررش فقط متوجه خودتون میشه، به نفعتونه که اعتراف کنید. راستش من بگید، باید حقیقتو بگید، اینطوری به نفعتونه، پس بگید. حقیقت داره آخوی خواستی، من از همه چیز خبر داشتم. پس اعتراف میکنید که شما گناهکارید خانم رخاص؟ بله بله بله، من گناهکارم، من گناهکارم. اما ماریا دو خوزه، سخه چرا بهش نگفتی؟ خب چون نمیخوام از سر دلسوزی نگرانم باشه پدر. میدونین چیه؟ حقیقت اینه که اون هیچ علاقه‌ای به من نداره. وقتی فهمید من نمیمیرم دیگه بیمارستان نیومد. خب تنها کسی که همیشه کنارم بود عمر بود. حالا واسه علاقه یا هر چیز دیگه‌ای بود، خب اون بود که همیشه کنارم بود. میدونم به خاطر عشق نبود، میدونم که اون در اصل عاشق بلانکا بود، ولی خب کنارم اون دو هیچ وقت منو تنها نذاشت. ماریا دو خوزه، فکر میکنم تو دچار سوء تفاهم شدی. خون میگل فقط اولش پیشم بود، اون موقع که فکر میکرد قراره بمیرم، ولی بعدش فقط وقتی اومد که میخواست ماجرای گم کردن بچه‌مو بکوبه تو سرم، بعدش هم وقتی اونو برگردون زود گذاشته از اینجا رفت. خودتون که دیدین پدر. فرزندم تو نمیخوای درک کنی، تو هنوز اون بچه مغروری هستی که بودی. ای بابا، خوان میگل منو دوست نداره، اون از یه موقعی دیگه دوستم نداره. خب الانم هم دیگه همه چیز تموم شده پدر. باهات موافق نیستم. درست نمیگی دختره. خب حالا فرض کنیم که اون منو دوست داشته باشه، من چی میتونم به اون بدم؟ من نابینام پدر. فکر کردین من میتونم بهش زنگ بزنم و بگم بیا پیش من، زندگیتو بریز به پام، اونو فدای بدبختی خودم کنم؟ نه این کارو نمیکنم. ولی ماری چی؟ اگه قبلا اونو از خودم روندم، فکر کردین الان بهش میگم بیاد پیشم؟ نمیتونم، اون اصلا نمیاد، هیچ وقت نمیاد. دادگاه وارد تنفس شده، خواستم بیام در مورد جلسه امروز باهات صحبت کنم. فکر کردم بخوای بدونی که خالت بالاخره اعتراف کرد. دادستان لوزاد اونو تحت فشار گذاشت، اونم اعتراف کرد که در اقدام به قتل ماریا دو خوزس ویلارد هم دستی داشته. اون از خانواده ویلارد نیست، اون یه سرراهیه.
از یتیم خونه فرار کرده بود. بابام به خاطر کار خیر قبولش کرد، بعدش هم از خونه پرتش کرد بیرون. این فیلمو تمومش کن. دارم بهت میگم دیگه ثابت شده که شما دو نفر این نقشه رو طراحی کرده بودید. اینطوری خالتا میره زندان. چی داری میخوای؟ ایزابلا میره زندان مثل من؟ آره معلومه، منم نتونستم کاری بکنم. در مورد بقیه اتهامات به خاطر احتمال مرگ آقای روبل شما دوتا قصر در رفتید. خواهش میکنم ماریچی، تو همش داری گریه میکنی. آخه نمیتونم جلوی خودمو بگیرم پدر. آروم باش، آروم باش و به من گوش بده. یه چیزایی هست که تو نمیدونی. ماریچی، ماریچی، دکتر سن رو من اومده میخواد باهات حرف بزنه. بیا. چی؟ بهش بگم بیا تو یا نه؟ ها؟ بله بله بله، بهش بگو بیا تو. آره بگو بیا. نه پدر، شما متوجه نشدین، اون نمیخواد با شما حرف بزنه، که میخواد با ماریچی حرف بزنه. میرم بهش بگم. حالا آمادور بعد بود داره میمیره. یه سانه حیرانندگی بوده. خانم باید بگم این رفتارتون واقعا داره اذیتم میکنه. داری تظاهر میکنی که عقلت رو از دست دادی و به حرفای منم گوش نمیدی؟ آه وکیل من چقدر ماهره. دارم بهت هشدار میدم، اینطوری نمیتونم برات تخفیفی بگیرم. بیا تنها بذار. شنیدی؟ خودم میدونم چی کار کنم، خودم همه چی رو حل میکنم، نیازی به تو نیست. اینطوری نمیتونی برنده دادگاه باشی، جرمت هم سنگینتر میشه. اونا نمیتونن منو محکوم کنن چون من دیوونم. من دیوونم؟ من دیوونم؟ من دیوونم؟ میفهمی چی دارم بهت میگم ماریا دوخوزس؟ اشتباه میکنی. بیا اشکاتو پاک کن و قشنگ از خان میگل پذیرایی کن دخترم. آه پدر، اون اومده منو ببینه. باهاش رو راست باش ماریا دوخوزس، یادت باشه. قلبتو بگیر تو دستتو حرف بزن تا ببینیم این غبار بی اهمیت تو زندگیتون از بین میره تا جلوی خراب شدن همه چیز گرفته شه یا نه. من تنهاتون میذارم باشه؟ پدر خواهش میکنم، خواهش میکنم منو بشونید، کمک کنید تا اینجا بشینم. متشکرم پدر. بیا تو. بیا تو پسرم، خوش اومدی. سلام پدر. من تنهاتون میذارم، ببخشید. ماریچی حالت چطوره؟ خوبم. میدونم که خوانیتا حالش خیلی خوبه. سیسیلیا به هم زنگ زد و همه چیزا به هم گفت. خب آره، ما هر کاری دکتر گفته بود براش انجام دادیم. حالا یه دکتر اطفال دیگه داره معاینش میکنه. خب گفته که دیگه میتونیم بهش غذای معمولی بدیم. آره فقط باید این رژیم رو ادامه بدین تا همه چیز نرمال بشه. حالا خوانیتا کجاست؟ دارن حمومش میکنن، ولی اگه میخوای میتونه یکم صبر کنی تا حمومش تموم بشه. باشه حتما باشه. من خیلی دارم میخواد ببینمش. البته برای این نیومدم، میخوام با تو صحبت کنم. فقط اومدم که چند کلمه با هم حرف بزنیم. با من حرف بزنی؟ خب بگو چی میخوای به هم بگی؟ خب خیلی ساده است. اومدم ازت خدافظی کنم. داری میری؟ آره تصمیم گرفتم برم خارج از کشور. داری تنها از اینجا میری؟ خب هنوزم خودم نمیدونم، احتمال داره که با مایتا برم. آها پس داری میری تعطیلات؟ نه دقیقاً ماریچی، نمیدونم کی برمیگردم. برای یه مدت نامعلوم دارم میرم. فکر کنم خیلی هم دیگر اذیت کردیم ماریچی، و بدتر این که دعوامون بیمنی بود. یه موقعی میشد اون چیزایی که بینمون فاصله انداخته بود و برداشت، ولی نشد. چیزایی بود که ممکن بود باعث بشه عشقمون عمیق‌تر بشه، ولی درست برعکس. عشقمون ضعیف شد و شکست. ماریچی اینطور نیست، هیچ فایده‌ای نداره. بهتره که فاصله بینمون بیشتر و بیشتر بشه. اینجوری هم خیال تو راحت میشه، هم خیال من. نه اینطور نیست. خب من میدونی من تو رو مقصر نمیدونم. کدوم یکیمون مقصر این ماجراییم نمیدونم. دونستنش
هیچ فایده ای نداره. فکر میکنم بعضی وقتا دیگه هیچ امیدی نیست. دیگه سوال کردن بیفایده است. برای چی؟ برای چی هم دیگه رو سرزنش کنیم؟ آخرش چه نتیجه‌ای داره؟ هیچی. هیچی. فقط خاطرات بد باقی میمونه. دوباره راست میگی. اگه اینطوری فکر میکنی بهتره که یا این لحظات رو به خودمون بد نگذرونیم ماریچی. هر دومون از این که همه چیز شکست خورده پشیمون میشیم. و میدونی چی؟ من میخوام بذارم تو زندگی تو دوباره بسازی. خودمم میخوام یه راه جدیدی برای خودم پیدا بکنم. منظورت یه عشق جدیده؟ یه عشق جدید؟ شاید. عشق من اونقدر خوب نبود که بهمون خوشبختی بده. و چون ما هیچ وقت همدیگر رو درک نکردیم، بهتر برای همیشه رابطمون تموم شه. برای ما هیچ راهی بهتر از این نیست. برای همین میخوام از اینجا برم. میخوای پسرتو ول کنی بری؟ نه میدونم که تو ازش به خوبی مراقبت میکنی. برای چی گریه میکنی؟ خواهش میکنم، چرا داری گریه میکنی؟ به هم بگو. برای چی گریه میکنی ماریچی؟ ببخشت خوان میگه، تو میخواستی خدافزمون دوستانه باشه، ولی آخه فقط حرف نیست، کلی عشقم مونده، خیلی عشقا هست که باید برسه. ماریچی وقتی میبینم گریه میکنی ناراحت میشم. نه عشقای منو فراموش کن، چیز مهمی نیست. خواهش میکنم فراموشش کن. پس بالاخره خوان میگل اومد ببینتش، ها؟ آره پاتریشیا، خدا رو شاید مریا دو خوزس خواسته بود که بیاد، ولی اون خیلی مغروره و نمیدونم به کی رفته. قبلا میگفت که ترجیح میده خوان میگل ازش دور باشه و البته اون نمیخواست که اون راجب نابیناییش چیزی بفهمه، ولی حالا نمیدونم چرا اینجوری میکنه، هنوز متوجه نشدم به خدا. حالا خوان میگه خیلی وقت اومده؟ آره خیلی وقت اومده. من خیلی نگرانم پاتریشیو، نمیدونم چه اتفاقی ممکنه بینشون بیفته. من دارم میرم، بعدا تماس میگیرم و خبرها رو به من بدید. باشه؟ اجازه بدید من با تو میام. چرا خود دو بیرون با تو میام؟ هر وقت که دوست داشتین بازم میتونین بیاین. خدا به همراهتون پدر. فعلا خدا نگهدار. خدا حافظ. ولی عشقات واقعا برای من پرمعنیه. نمیخوام بدون اینکه بدونم من ایشون چی برم. نه خوان میگید اصلا چیز مهمی نی. مارو چی خواهش میکنم. سلام خوان میگه. حالا چطور پاتریشیو؟ از این که میبینم حالت بهتره خوشحالم. ممنونم، خوشبختانه خطر رفع شده. بهم گفتن اینجا یا میخواستم راجب چی شده قضیه بیلارد؟ میخواستم راجب یه مسئله باهات صحبت کنم. با در نظر گرفتن اینکه خانم رخاص طراح اصلی نقشه نبوده و تنها جرم ایشون این بوده که با خواهرزادهشون همدست بودن، من براشون درخواست عفو میکنم. امیدوارم این دادگاه موقع تصمیم گیری در مورد ایشون بخشش بیشتری به خرج بده. درخواستم فقط همینه. اونو میخوان زندانی میکنن، حتما میندازنم تو زندان. بگو پاتریشیا، دارم گوش میکنم. گویا استفانیا داره وانمود میکنه که دیوونه است تا بتونه از مجازات جرمی که در حق ماریچی انجام داده فرار کنه. نه امکان نداره. چرا امکان داره؟ اینو به وکیلی که وکالتشو به عهده گرفته گفته. البته اونم بهش گفته این کار انجام نده، ولی داره به کارش ادامه میده. حالا دادگاه باید ثابت کنه که اون دروغ میگه تا بتونه مجازاتش کنه. خب این خیلی راحت ثابت میشه، چیز مهمی نیست. نه ببخشید،
بیا تو. میخواییم نهار بخوریم پاتریشیا. آه چه خوب. میخوایی نهار رو با ما بخوری خوان میگه؟ سیسیلیا ممنون، ولی باید برم. ممنونم. میتونم پسرمو قبل از رفتن ببینم؟ حتما عزیزم، الان به کندی میگم بیارتش، یه ذره منتظر. متشکرم. دیگه وقت نهار دختر بس. گلم بیا بریم عزیزم. باشه بریم. خب ماریچی، دیگه نباید این وضع بیشتر کش بدیم. نمیدونم برای چی داری گریه میکنی، ولی واقعا من میخوام برای همیشه تو رو ترک کنم. شاید هم زودتر برگردم، نمیدونم. فعلا خدافظ. خدافظ ماریچی. خدافظ خوانیک. بهتره که زودتر بری. تو نمیخوای به نشانه دوستی دست من رو بگیری و خدافظی کنی؟ لطفاً ببرش اونجا کندلاریا. پیش ماریچی؟ نه، پیش دکتر خوان میگل. گفت داره میره و میخواد بچه‌رم ببینه عزیزم. شما شرط میبندین؟ فکر میکنین پدر مادر بچه و هم آشتی میکنه؟ خب اینطور به نظر نمیاد، اما من هنوزم امیدوارم که این اتفاق بیافته. خب شما چی میخواین؟ شرطمو میگی؟ نه شرطتون نه، دلتون میخواد اونا آشتی کنن؟ چون به نظر من که اونا زوج خیلی عالی میشن، درست مثل شما دوتا. آره اینجوری خیلی عالی میشه، من خیلی دوست دارم اینطوری شه. دستی میتونم سر اون کلوچای خوشمزهی که درست میکنی شرط ببندم؟ اگه باختی باید درست کنی. قبوله. من شرط میبندم که آشتی میکنن. سفر خوبی داشته باشی. برات مهم نیست دارم میرم؟ نه مهم نیست، شاید باید بری سفر تا آروم بشی و فکر کنی زندگیت از الان به بعد قراره چه شکلی ادامه پیدا کنه. برات مهم نیست که برگشتنم طول بکشه؟ اگه زیاد طولش بدی معنیش اینه که داری دوباره به زندگیت فکر میکنی و خب داری از زندگیت لذت میبری. ماری چی؟ خواهش میکنم ادامه نده باشی، ادامه نده. هر کاری که فکر میکنی درسته همونو بکن. تو زندگی خودتو بکنم، بذار منم زندگی خودم بکنم. میدونی حق با توه. خداحافظ. امیدوارم بچه یه دلیل دیگه ای براشون بشه تا آشتی کنن. کندلاریا الان بچه رو برد پیششون. امیدوارم دیگه وقتشه، کم کم به یه تفاهمی برسن. خانم ماریچی رو بیارم تا با شما غذا بخورن؟ نه مارتیریو، باید صبر کنیم تا خوان میگل بره، چون اون با ما غذا نمیخوره. ایشون چند لحظه پیش رفتن. مطمئنی؟ اون که میخواست پسرش رو ببینه، کندلاری هم همین الان بچه رو برد پیشش. 5 دقیقه پیش رفتن، خودم دیدمشون. منتظرت بودم تا با هم نهار بخوریم خوان میگه. ببخشید که دیر کردم آنلیا. رفته بودم ماریچی رو ببینم. مشکلات بینتون حل شد؟ دیگه مسافرت نمیری؟ نه برعکس، الان دلایل بیشتری برای رفتن دارم. برای من و ماریچی دیگه همه چیز تمام شده. اونجا بیس ایزاور رو خواست تا رأی دادگاه رو برات قرائت کنم. با توجه به اظهاراتی که در دادگاه گفته شد و در نظر گرفتن گزارشات و تحقیقاتی که در مورد پرونده شده، این دادگاه ایزابل روخاس رو به اتهام اقدام به قتل خانم ماریا دوخوزس ویلارد گناهکار میدونه.
رحم کنید آقای خاصی، خواهش میکنم به من رحم کنید. من هیچ کاری نکردم. من هیچ وقت با خواهر زادم موافق نبودم. اون خودش نقشه رو چیده. متهم باید ساکت بمونه. لطفاً آروم باشید. از الان شما بازداشت هستید و به جرم همدستی در جنایت به 10 سال زندان محکوم میشید. این پرونده مختوم است. ختم جلسه را اعلام میکنم. بیا تو. آقای قاضی، دکتر سنرومن پشت خط هستن. ممنونم دورا. با اجازه. الو، حالت چطوره سنرومن؟ بله، بدون خداحافظی هم رفتی. متاسفم که آشتی نکردین و داری میری مسافرت. پس که اینطور، ترجیح میدم دخالت نکنم. این چیزیه که فقط خودتون میتونید درستش کنید. استفانیا؟ کی؟ آره میتونم، باشه میام. ما این بعضی که داره باور نکردنیه که هنوز زنده است. خب بعضی وقتا اینجوریه. گرچه ممکنه بهتر باشه که طرف بمیره. اوضاعش خیلی وخیمه نه؟ آره خیلی. شانس زنده موندنش خیلی کمه دکتر. تازه اگه هم زنده بمونه به احتمال 99% دچار مرگ مغزی میشه. برای همینه که میگم بهتره همین الان که تو حالت کماست از دنیا بره دکتر. من از اون مردی که آمادار اصلا خوشم نمیومد. خبری هم ازش ندارم، ولی مطمئنم که هنوز گور به گور نشده. مطمئنم. خب آره، ببینم کندی، میدونی مامانم هم با بابام رفته بیرون یا نه؟ نه، اون خونه. خب پس منم ببر پیشش. باشه، میخوام یه چیزی رو بهش بگم. آنه جولیا داره دنبال کار میگه. منم میخوام ببینم پدر و مادرم میتونن استخدامش کنن که تا وقتی نمیبینم ازم نگهداری کنه یا نه. بهت گفتم که قراره من تست روانی روت انجام بدم. بهتره کاری کنی که با هم همکاری داشته باشیم. چند تا سوال میپرسم. اسمت چیه؟ پرسیدم اسمت چیه؟ من خانم ویلارد هستم. شما میشناسم؟ میشناسم؟ چی شده؟ کندی؟ ها؟ چرا اینقدر ساکت شدی؟ چت شده؟ بگو ببینم. بگو دیگه چی شده؟ خب بگو. گفتم که با این انگشتای گندر که گذاشتی تو دهنم نمیتونم حرف بزنم، ولی خب چیزی نیست. کندی از دستم عصبانی شدی؟ به خاطر حرفی که درباره آنا جولیا زدم ناراحتی؟ چرا باید ناراحت باشم؟ خودم میدونم که پیر و خستم و کار زیادی هم از دستم بر نمیاد. نه کندی عزیزم، اصلا جریان این نیست که. بابا عصبانی نشد دیگه. ببینی کندی، خودت میدونی که تو برای من چی بودی، هستی، همیشه همون جوری میمونی. ببین یه چیزی رو به هم بگو، اگه تو نبودی من الان کجا بودم؟ ها؟ بگو دیگه، زود باش. آره خب حق با توه کندی. نه نگاه کن کندی، اولا تو پیر نیستی. خب مثلا اینه که خب خیلی کارت زیاد شده، میبینی که پاهاتم چه جوریه. ببین کی بهتر از تو میتونه از پسرم نگهداری کنه؟ ها بگو دیگه. ها
بهتره که تو نگهداری بچه تو کمکم کنی و آنا جولی هم خب به خودم کمک میکنه. آخه اونم دنبال کاره، اون دوست خوبیه، قویه، میتونه کمک کنه. خب ولی اگه ناراحتت میکنه یا اذیت میشی، خب ما استخدامش نمیکنیم. بهتره بی خیال عروس دریایی هم بشیم باشه، چون جیگو هم مرده. خب خب ببین اینو بنداز دور، اینم بنداز دور، زود باش ناچو، هنوز کلی کار داریم. خدای من، خانم میکایلا امروز چه خبر شده که اینقدر عجله داری میگی زود باش؟ خب خودت باید بدونی دیگه. حالا عجله کن تا کاری که بهت میگم بکنی. لالا زود باش اینا رو بنداز سطل آشغال. بدینش به من. زود باش. خدای من اینا دیگه چیه؟ همه چیزو تو فردا میذاریم اینجا میکایلا، چون فردا میخواییم دودکش شومینه رو تمیز کنیم. تمیز کاری؟ لازم نکرده، زود باشین همه چیزو ببرین بیرون. تازه باید دوشم بگیرین و لباساتون هم عوض کنین، خودتون رو مرتب کنین، لباس مرتب و تمام. زود باشین دیگه خرسایی گنده. با این همه کاری که مونده بریم خودمونو مرتب کنیم؟ آخه باز چی؟ من که نمیفهمم. چه خبر شده خانم میکایلا؟ سوال دیگه بسه، کاری که میگم رو بکنید، وقتی دیگه نمونده. وقت برای چی؟ خب میدونین راستش برای دیگه تموم شد. خودش اومد. کی؟ بچه ها رئیمه صبح خیر. حالتون چطوره؟ خوبم. چه سورپرایز بزرگی، کی رسیدین رئیس؟ حدود نیمه شب بود. آره بابا، رئیس گاوی گوسفندی چیزی؟ در آخرین لحظه تصمیم گرفتم بیام و دیگه وقتی برای خبر دادن نداشتم. خدای من خیلی خوشحالم که برگشتی. بچه ها الکی خوشحال نشین، چون رئیس چند روز دیگه اینجا رو ترک میکنه. نه کازمه، این دفعه اومدم که دیگه بمونم. راستشو بخواین یه آدم خیلی مهم همراه همه. خدای من رئیس، عشق زندگیتونم که با خودتون آوردی. همه تون میشنسینش، خانم بلانکا کنترلس. برمیاد خیلی آرومتری عزیزم. آره درسته ماما، بعد از اینکه با خوان میگل حرف زدی اونقدر ناراحت بودی که فکر کردم تا چند روزی همون جور میمونی. نه خب میدونی همه چی فراموش میشه، حتی بدترین چیزا. نه مثلا اینه که دیگه نمیخوام بهش بکنم، بهتره که همه وقتمو بذارم برای پسرم و با شماها کندی خوشحال باشم و بذارم شماها حسابی منو لوس کنی. پاسپورت بهم اطلاع داد که استفانیا هنوزم تظاهر به دیوونگی میکنه. استفانیا دروغ نمیگه پاتریشیا. چی داری میگی؟ حقیقت داره. چی؟ استفانیا عقلش از دست داده. اون نمیتونه منو گول بزنه. استفانیا عقلش از دست داده قاضی. و هیچ راهی برای درمانش نیست. غیر قابل بازگشته و بیماریش خیلی سریع داره بدترم میشه. از قدیم گفتم چوب خدا صدا نداره. استفانیا میخواست از عدالت انسان ها فرار کنه، ولی از محاکمه الهی نتونست فرار کنه. میدونی این مرد کیه؟ پس بچه‌ام کجاست؟ خب دیگه خوابیده؟ بلند حرف نزن. قضاشو خورد دیگه. آره وای، مثل اینکه خیلی گرسنش بود، مثل اینکه بچه تو یتیم خونه خورد قضاشو و بعدم مثل اردک و فوری از اون وقت خالی کرد. بهش پوت زدم و پوشکشو عوض کردم، تر و تمیز گرفت خوابید مثل یه عروسک. راستی با مادرت حرف زدی؟
آره کندی باش حرف زدم و گفت موافقه. الان هم میخوام به آنا جولیا زنگ بزنم و بهش بگم از هر وقت که خواست میتونه کارش رو شروع کنه. بعد هم درباره حقوقش باش حرف میزنیم دیگه. خب بالاخره مزدعی ما هم صاحب یه خانم خونه‌دار شد. تبریک میگم خانم، خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم کاظم، لطف کردی. تبریک میگم خانم، در خدمتم. ممنونم فرمین، از ملاقاتتون خیلی خیلی خوشبختم. ممنونم. به مزرعه خودتون خوش اومدی خانم بلانکا، مثل همیشه در خدمت گذاری حاضرم. تبریک میگم، امیدوارم خوشبخت بشید. متشکرم، خوشبخت بشید. خب بیاید اینجا رو جمع جور کنیم. حالا دیگه فهمیدین چرا میخواستم اتاق نشیمن مرتب باشه؟ زود باشین را بیافتین. این مردا چقدر پر سر و صدا. خب نگران نباش میکایلا، قول میدم از این به بعد خودم تو اداره خونه و مرتب کردنش بهت کمک کنم. ببین، از منجوری اتاق شن تا بوته یه روز دیدم قیچیت کجاست. میخوام تو تمام گلدونای خونه گل بذارم. خب الان میارم، همین الان براتون میارم خانم، همین الان. آه از دست این مردا، الان برمیگردم. متوجه میشین قاضی؟ حتی نمیشناستتون. برام خیلی سخته که کاراشو باور کنم. اگه همین الانم در حال نقش بازی کردن باشه چی؟ اون تو این کارا استاده، درست مثل خالش ایزابلا. نه قاضی، مطمئن باشین نقش بازی نمی کنه. حالا میخواید باش چیکار کنید؟ اگه واقعا عقلشو از دست داده باشه فکر نمی کنم درست باشه که اینجا بمونم. نباید تو زندان بمونه. باید همه چیز آماده کنیم تا استفانیا به یک کلینیک روانی منتقل بشه. حالش چطوره دکتر؟ خیلی بده. دیگه از دست ما کاری بر نمیاد. هیچ عکس‌العملی نشون نمیده. اگه دستگاه رو ازش جدا کنیم به احتمال زیاد میمیره. ولی فکر میکنم اینجوری براش بهتر باشه. تا الان کسی از بستگانش مراجعه نکرده؟ نه، تا حالا که یه نفرم نیومده. باید هر چه زودتر یه نفر از بستگانش رو پیدا کنه. بله دکتر. خیلی به موقع رسیدی خوانی. خیلی به نهار ندارم. ببینم مایتا کجاست. نهارشو خورد و مثل همیشه رفت زیر شیرمونی. میدونید که اونجا بازی میکنه، مشقاشو مینویسه و با بادی خوش میگذرونه. خیلی دوست داره زیر شیرمونی بازی کنه. میگه اونجا با ماریانا حرف میزنه. خدا بیامرزتش. اینه تخیلات مایتاست. خیلی از بچه‌ها تو تخیلاتشون کسایی که با ما بودن و الان دیگه نیستن و میبینن. به نظر من که عادیه، خیلی هم عادیه. نمیدونستم دوباره رفتی بیرون. باید میرفتم زندان زنان تا از استفانی تست روانی بگیرم و شرایط روانیشو بکنم. استفانیا، مطمئنم که فقط به خاطر اینکه از دست قانون فرار کنه داره نقش بازی میکنه. نقش بازی نمیکنه. استفانیا واقعا عقلش از دست داده. چی؟ استفانیا نقش بازی نمیکنه. منظورت اینه که درسته استفانیا روانی شده. خب حالا میخوان باهاش چیکار کنن؟ میدونم که اگه دیوونه باشه دیگه تو زندان نگهش نمیدارن. میخوان منتقلش کنن به یه بیمارستان روانی. پاسپورت سیمارمون تا کارای انتقالش انجام بده سیسیلیا. خب امیدوارم خدا ببخشته. با این حالی که داره ما هم باید ببخشیمش سیسیلیا. لطفاً کمکش کنید. آوردینم مهمونی؟ مسافرین پرواز شماره 418 به ونکوور لطفاً به خروجی 18 مراجعه کنید. مامان با
بزرگ فکر میکنی هواپیمای بابا مالا پرواز کرده؟ فکر میکنم دیگه وقتشه. میشه بادی هم ببریم خونه ماری چی؟ نه 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 مایتا، نه با حیوان نمیتونی بری، اینجوری نمیشه. نه مامان بزرگ، با قلادش میبریمش تو ماشین، میبینی که اصلا اذیت نمیشه. باشه، هر کاری بهش بگم نکنه نمیکنه. اون یه سگه و اصلا نمیدونیم چی کار ممکنه بکنه. خواهش میکنم مامان بزرگ، میخوام ماری چی ببیندش. این سگ خودش بوده، الانم خیلی وقته که ندیدتش. خیلی خوب، باشه برو بند قلادش رو بیار، من توی ماشین منتظرتم. زود باش زود باش، تو باچه منتظرتم. ماله منه، این ماله منه، تو نباید اینو بپوشی، این سایز تو نیست، این ماله منه. این مال منه، این مال منه، این مال منه، این مال منه. لباسامو پس بده، لباسای خودمه، لباسای منه. سر تو چیکار میکنه؟ لباسامو پس بده، پسشون بده، پسشون بده، لباسامو پس بده، لباسامو بده، لباسامو میخوام، لباسای منه پس بده، پسشون بده. ولم کنید، لباسای منو پوشیده، لباسامو پس بده، ولم کنید. از این که میتونم کمکت کنم خیلی خوشحالم ماریچی. خیلی خوبه که هر دومون همسنیم، چون اینطوری خوب حرف هم دیگه رو میفهمیم. من خیلی اینطوری دوست دارم. آره درست میگی. مواظب باش، مواظب باش. ببخشید ماریچی، داشتم میخواستم خوشحالت کنم ولی ببین چی شد. نه نه نه، نگران نباش، نزدیک کن خودم دور بخورم. درسته، بیا اینجا. بهت قول میدم که یادت بدم چطوری بدون مشکل بری این ور و اون ور. ماریچی، دلم نمیخواد یه معلم داشته باشی که برات کلاس بذاره. کلاس بذاره؟ آخه کلاس چی بذاره؟ خب تمام چیزایی که باید بدونی در صورتیه که بیناییت بر نگرده. خب به نظرم خوبه، فکر نکنم دیگه. ببین من یه دوست دارم که خط بریل یاد میده. بریل دیگه چی؟ خب یه روشیه برای افراد نابینا مثل تو. اگه بخوای میتونم ازش بخوام بیاد ببینتت. ولی خب فکر کنم قبلش باید به بابا مامانم بگیم. نه البته معلومه، بهشون میگیم. نگران نباش و فکر نمی کنم معلمی که کلی چیز بهت یاد میده رو قبول نکنن. چون وقتی یه نفر نابینا میشه زندگیش کاملا عوض میشه. آره میدونم. خب ولی خب بذار دربارش یکم فکر کنم بعدن بهت بگم. باشه اینطوری بهتره. خب راستی نمیدونم بچه‌م بیدار شده یا نه. میرم ببینم، اگر بیدار بود میخوای بیارمش پیشت؟ آره آره آنه جولیا، لطفا بیارش. ازت ممنون. پس رفتم. ببینم خیلی دلم برای تنگ شده بود. منم همینطور، ولی یه کمی بیشتر میخواستم داداشمو ببینم. ببینم چجوری اومدی اینجا؟ بابا تو بردته؟ نه نه نه، بابام امروز صبح رفت مسافرت. وای اینجا خیلی قشنگه. پس با کی اومدی؟ خب با مامان بزرگ و نلیا. همون جادوگر پیره دیگه؟ آره همون جادوگر پیره. خب حالا میخواد حسابی من اذیت کنه؟ نه نه نکنم. خب همیشه همینطوری بوده مایتا. البته خب شایدم الان که دیگه مثل قبل بیکس و کار نیستم فرق کرده باشه. خب این دفعه دیگه باید تحملم کنه، بازم مثل قبل. خب من احمق نیستم، میفهمم این چیزا رو، مگه نه؟ نه مامان بزرگ و نلیام خیلی فرق کرده. گوش کن. چیه؟ دیگه نباید بهش بگی جادوگر. باشه
خب ببین چند تا پرنده روی سیما. خب اگه بشنوه اینو بشکفتی دوات میکنه. نه 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 نمیگم، مطمئن باش دیگه بچینه. این صدای بادیه؟ اونم با خودت آوردی مایتا؟ آره فاری چی؟ آوردمش که ببینی. وای سلام بادی، چطوری عزیزم؟ چقدر دلم براش تنگ شده بود، نگاش کن. خیلی خوشحال شدم مایتا، واقعا خوب کاری کردی اومد اینجا. چرا اینجوری میکنی دختر؟ خانم اونلیا ماری چی؟ تو هنوز بیناییت بر نگشته؟ ماری چی؟ تو هنوز نابینایی؟